دوستای عزیز، بازم خوش آمدید به برنامه دی SLFC شو. مهمان دومی ما امروز سعید بهیر حسنزاده هست. خوش آمدید به برنامه ما. خوش باشین. سلام، سلام عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیز. سعید بهیر حسنزاده هستم. تشکر بسیار زیاد. در مورد سعید بهیر حسنزاده برتان بگویم که سعید بهیر حسنزاده با مقابل عبدالکریم بدخشی در کارت ما مسابقه داره. سعید بهیر حسنزاده 8 فایت کرده در تورنمنت آماتور SLFC که 7 برد و 1 باخت داشته. سعید بهیر حسنزاده در 63 کیلوگرم وزن با مقابل عبدالکریم بدخشی 20 حمل، البته در فایت نایت 12 یا فصل 12 شب نبرد مسابقه داره. یکی از فایترهای هستین که خیلی دستاوردهای زیادی داشتین، خو در صحنه MMA افغانستان اوقع شهرت نداشتین. یکی از دوستای ما که شیست رحمان نام داره که در سازمان SLFC هم بود، فعلا در TGFC یک فایت داشت. شما در تری سپورت البته مقابل به شیست رحمان بودین، مسابقه را برنده شدین شما. بله، یکی از فایترهای دیگه که برام حکمت الله عادل هست که یک مسابقه حرفه‌ای در برنامه شب نبرد داشت، شما با مقابل ازوام برنده بودید. بله، آدم مقابل ازوام برنده. خب سعید بهیر حسنزاده، قصه کنین از کریر MMA تان. از کجا شروع شد؟ چطور به این مقام خود رساندین؟ امروز کجا هستین و سبا کجا میخواین باشین؟ حسن 14 سالگی به ورزش آغاز کردم که اول مسابقات انجام دادم. مسابقات آماتور. شما 14 ساله معلوم میشین میزا، چند ساله هستی؟ حال 21 ساله هستم. از قوارتون معلوم میشه که 15 16 باشی. بله. سن 14 سالگی شما شروع کردید؟ سن 14 سالگی با ورزش آغاز کردم که مسابقات آماتور انجام دادم. بعد از اون مسابقات پروفشنال در تری اسپورت مسابقات زیاد انجام دادم. مسابقات 6 مسابقه انجام دادم در تری اسپورت که کلش برنده شدم و بهترین ها را بردم. در کدام سازمان بودی؟ در سازمان های مختلف TGFC، OFFC، SFC، HFC مسابقه کردم که الحمدلله کلش برنده شدم و در فدراسیون ورزش های رزمی مسابقه کردم و در SLFC 8 مسابقه کردم که یک دار در تورنمنت باختم، دیگر برنده شدم. درست. شما البته پیش ازی که سازمان SLFC جور شد این مسابقه را کرده بودین یا بعد ازی که در تورنمنت SLFC آمدین هم مسابقه داشتین؟ نه، پیش از او در دیگه سازمان ها مسابقه میکردم. باز از وقت SLFC شب نبرد آمد در SLFC آمد. پس شما رکورد حرفه‌ای را داشتین پیش از اینکه در سازمان SLFC بیاین و در بخش آماتور البته مسابقه کنین؟ بله، اور پروفشنال مسابقه کرده بودم، اما متاسفانه که سازمان ها ما را میگفت که مسابقه ثبت میشه مثل HFC و TGFC و مسابقه های ما را ثبت شیرداغ نکرد. دیگه باز آمدیم به SLFC که دیدیم برنامه بسیار خوب است، آمدیم به SLFC. قصه کنین از فایت های آموتورتان البته و او تجاربی که شما حاصل کردین. چی نوع فایت ها بود؟ چقدر سخت بود؟ چقدر تمرین کردین؟ و بالاخره شما واقعیت مشکل خوب بود. اول امتحان بسیار مشکل بود، بعد از او مسابقات آموتور هم که کلش بهترین های افغانستان می آمد فایت میکرد و بازم خوشبختانه توانستیم قرار داد SLFC رو بگیریم. یادم هست امتحان فیزیکی تورنمنت من خودم میگرفتم. بله. و از 100 نفری که می آمدن فقط یک 20-25 نفر 25 نفر بله می تانستن که کامیاب شوند، در یک کلشان هست می شدن. فایت های خیلی خیلی خوب میشه در سازمان SLFC در تورنمنت آماتورشون. شما 8 فایت کردین؟ 8 فایت کردین. در چند روز؟ در یک تورنمنت 8 فایت کردین یا دو تورنمنت؟ در تورنمنت 4 فایت کردم، دیگه تک فایت ها کردم 4 تک فایت کردم. 4 تک فایت کردین شما؟ خیلی قبل از برنامه تورنمنت هم شما تک فایت داشتین؟ تک فایت داشتم. باز بعد از اون با تورنمنت آمدیم که 4 مسابقه کردیم، یکی را باختم و 3 تا را برنده شدم. خیلی سخت است. در یک روز 4 مسابقه کردین شما؟ در دو روز. در دو روز 4 مسابقه. خیلی سخت است برای یک ورزشکاری که در دو روز 4 مسابقه بکنم و 3 مسابقه را هم ببره. پس شما در تاف سمی فینال خود رساندین. سمی فینال باخت. در سمی فینال باخت داشت. او از کی باختین شما؟ با زرداد آزاد باخت. زرداد آزاد باختین. چرا وقت گرفت؟ شما در تورنمنت اول بودین؟ نه، در تورنمنت دوم بودین. بله. چرا که وقت گرفت تا که شما به شب نبرد را پیدا کنین در مسابقه؟ به خاطر قرنطینه بود دیگه، مشکلات بود، مشکل کرونا بود، از خاطر مان مسابقات ما. خب شما البته همچنان
یک حریفی دارین که خیلی نزدیک بر شما هست در حساب تجربه و حساب تاریخ MMA. شما هم گفتین پیش از اینکه شما در تورنمنت آماتور بیاین شما مسابقات حرفه‌ای را کردین. بله. درست است؟ عبدالکریم بدخشی هم همچنان پیش از اینکه در تورنمنت آماتور SLFC بیاین یا هم مسابقات آماتور را داشتن هم مسابقات حرفه‌ای را داشتن. و شما خود کجا راحت تر میبینین؟ البته سال پای خوب هستین یا زمین بگوین خوب هستین؟ و در مورد حریفتان اگر کمتون بر ما بگوین که چی استراتژی چی پلان است؟ آمادگی خوب کلش گرفتیم با استاده با زمین دیگه توکل به خدا. آمادگی رشته اصلیتان چی است؟ رشته اصلی من MMA هست. می بمی ورده شما شروع MMA بله. دیگه دا من چی پام پولونی میکنم هم رشته بوکس پیش میبرم دیگه توکل به خدا. مسابقه خو برد باغ داره برد باغ شد جانب الله دیگه ما خو زحمت خود 100% کشیدیم توکل به خدا. خب بسیار خوب. عبدالکریم بدخشی را من حیث یک حریف چقدر یک حریف قوی میبینیم؟ عبدالکریم بدخشی ماشاءالله فایتر خوب است و ما سرش افتخار میکنیم ماشاءالله خوب فایتر است دیگه توکل به خدا. چی ویژگی داره؟ ده بالا خوب است. ده بالا خوب است. بله. شما چی بهتری دارین از ایشون؟ ما بالای ما هم خوب است دیگه هر چی خیر باشه دیگه. خب زحمت کشیدیم دیگه مسابقه توکل از خدا. از مسابقه های عبدالکریم بدخشی البته هست مسابقه های عبدالکریم بدخشی در یوتیوب هم شما میتونید که از تورنمنت در SLFC هم که کرده شما مسابقه شما بله. میتونید چی فکر میکنین که زیاد تکیه به کدام حرکت ها میکنن و از کدام پلان خاص دارین که زده حمله داشته باشین؟ او خو یک استراتژی است خو گفته نمیشه دیگه مخفی است. مخفی است دیگه کار میکنیم دیگه توکل به خدا. چقدر اطمینان با اعتماد به نفس هستین که مسابقه رو میبرین؟ اطمینان خو 100% دارم ان شاء الله. خو چی از دیگه مسابقه است برد باخت داره جانب الله سو برد باخت میه دیگه آمادگی گرفتیم 100% بخیر. چی کار میکنین؟ بیا یک ذره در مورد زندگی شخصی مسئله است. مسئله حقوق و علوم سیاسی. کجا میخوانین؟ در پانتون پروان. و در پروان زندگی میکنین؟ نه در کابل زندگی میکنم. خب در کابل زندگی میکنین در پروان درس میخوانین شما؟ بله خو قدر راهش دور نیست 40 دقیقه راست رفت آمد میکنم. خب صبح 40 دقیقه میرین و 40 دقیقه پس میرین؟ پس میرین بله. و در 40 دقیقه اونجا و چند ساعت شما درس میخوانین؟ یک 3 ساعت درس میخوانین. 3 ساعت درس میخوانین 40 دقیقه میرین 40 دقیقه پس میایین 3 ساعتش جمله 6 ساعت شد بیس کم و بیش 6 ساعت میشه. چی وقت وقت تمرین پیدا میکنین؟ تمرین خب وقت صبح هم تمرین میشه و بعد از یک و نیم بجه بیکار هستم دیگه. بعد از یک و نیم بجه بیکار بله. میشین و درس ها را باز در درس ها چطور هستین شما؟ درس ها را هم کوشش میکنم دیگه سمستر هفتم هستم بخیر سمستر هشت میشم. بخش حقوق میخوانی نیشم؟ حقوق میخوانم. چندم نوره هستین؟ چندم نوره هستم دیگه در عالی میاییم دیگه خوب هستین. در عالی میاییم؟ بله. فیصدی تان چند هست؟ فیصدیم 78 هست. 78 هست؟ بله. یعنی شما توانیستین که یک کریر خوب البته یک محصول خوبم باشه. بله. افتاد بیشتر شما پانتون های دولتی خوب فیصدی بسیار 78 بسیار فیصدی است. خوب بله 78 خوب فیصدی. خوب فیصدی است. من پانتون دولتی نخوندم به خاطر نمیفهمم. خب شما توانیستین که یک خوب محصول هم باشین و پالویش MMA را پیش ببرین و MMA را تا چیزی که من میبینم شما رکارد خیلی خوبی هم دارین. بخشایی که شما گفتین در حرفه‌ای که شما مسابقه کردین چند بار چند باخت داشتین؟ 25 مسابقه کردیم در عموم. در عموم خوب. که یک باخت دارم دیگه کالج برنده است. دیگه کالج برد است. کالج برد. پس یک MMA کار خیلی خوب است. محصول خوب MMA کار. رازش چی است؟ چطور توانیستین؟ من خودی که میبینم این کارو منم میدونم کردم. رازش دیگه شوق علاقه زیاد داشتم با ورزش و درس. با ورزش زیادتر نسبت به ورزش زیادتر. بله. کی سپورت میکنه؟ فامیل سپورت میکنه. فامیل سپورت بله. میکنه. بسیار خوب. بسیار خوب. پس آینده خود کجا میبینی حسن زاده صاحب؟ آینده من میبینم دیگه که میخوام در این سازمان پیش برم و بیرق افغانستان بلند کنم. اینه می آرزوهای ما است. بعد از این سازمان هر جای معرفی ما کرد با سازمان های دیگه بریم فایت کنیم. خب بسیار خوب. چرا دوستای ما پیشترم مهمان ما گفت سازمان های بهتر و بیشتر بیاین که فوکس کنیم سر افغانستان اول. میگه با چی خود بساز با چیزی که خود داری از خود بساز و باز چی میشه. اما حالا از خود نگویم که مثال بهترین سازمان است SLFC شب نبرد. در اینجا میسازیم دیگه خدا مهربان است که پیش بریم از اینجا. خب بسیار خوب. دیگه چیز گفتنی دارین؟
نه تشکر زنده باشید. در مورد حریف خود به بیننده‌هایی که شما رو می‌بینه، علاقمندانتون که البته از اول هم بوده و شاید بیشتر هم شوه. برای فیلم کنم گفتنی خاص ندارم. دیگه هم زحمت کشیده فایتر خوب است. دیگه توکل ما به خدا. توکل هر دوی تان. دیگه از فامیلم تشکری میکنم، از دوستایم که ما را زیاد تشویق میکنن. تشکر بسیار زیاد سعید بهیر حسنزاده که در برنامه ما اشتراک کردین. اگر کدام گفتنی دارین میتونین آزادانه صحبت کنین. تشکری میکنم از آیت رهبری سازمان SLFC و از خودتان جناب رئیس صاحب، از رئیس صاحب کاکایل نورستانی که واقعا بر رشد جوانان زحمت میکشه. تشکر بسیار زیاد از شما دوستای عزیز. این بود برنامه امروزی ما. خدا کنه خوشتان آمده باشه. دوستای عزیز برین در پیج SLFC ما لایک کنین، سبسکرایب کنین، شیر کنین تا که ما بهتر بتوانیم فایترهای مثل حسنزاده صاحب به شما به معرفی برسانیم و صنعت MMA را در افغانستان رشد بتیم. با ما باشین انشالله تا برنامه آینده. خدا یار و نگهدارتان. تشکر. تشکر.